مشاور امنیت ملی کاخ سفید از وضع تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و نهادهای حامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع ایران خبر داده و پیش‌بینی کرده که متحدان ایالات متحده از جمله گروه 7 نیز به زودی تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی وضع کنند. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. این تحریم‌ها در زمانی قرار است وضع شوند که تنش بین ایران و اسرائیل به حساس‌ترین و بحرانی‌ترین مرحله وارد شده و هر آن ممکن است آتش جنگ بین دو کشور شعله ور شود. در سوی دیگر گفته می‌شود آمریکا خواهان کاهش تنش بین دو کشور است و به تبعات منطقه‌ای آن هشدار می‌دهد. با وجود این، آیا تصمیم به وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به کاهش تنش منجر می‌شود یا حکم بنزین روی آتش را خواهد داشت؟ شنونده گفتگوی دیدگاه با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند باشید. آقای غفوری، از جزئیات تحریم‌های جدیدی که ایالات متحده بناست علیه صنایع موشکی و پهپادی ایران وضع کنه شروع کنیم. این بسته تحریمی چه اجزا و اهدافی داره؟ خب ببینید، غیر از تحریم‌های نفتی که قراره که کمی محکم‌تر بشن، کمی جدی‌تر بشن، یک دور جدیدی از تحریم‌ها علیه برنامه‌های موشکی، پهپادی، تسلیحاتی و حتی حوزه هسته‌ای رو اینها مد نظر دارن که اعمال بکنن. هیچ چیز جدیدی اما توی اینها نیست. یعنی اینکه در همین حالتی که ما الان هستیم، ایالات متحده آمریکا تمام این صنایع رو تحریم کرده. حالا قوانین تحریمی قوانین متفاوتی هستن. قوانین حقوق بشری تحریمی هستن، قوانین مبارزه با تسلیحات هستن، مبارزه با تروریسم هستن، قوانین در واقع مرتبط با برنامه ساخت سلاح‌های هسته‌ای هستن. هر دفعه میان ذیل یکی از این قوانین یک سری تحریم رو جایگزین می‌کنن. من انتظار ندارم که این تحریم تغییر خاصی در توان جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، اون بخش تسلیحاتش، مگر اینکه بخش تحریم نفتی جدی تر گرفته بشه که جمهوری اسلامی پول کافی نداشته باشه. یعنی اون میشه غیر مستقیم، برای اینکه جمهوری اسلامی ثابت کرده که حاضر از دهن مردمش بزنه، از خیلی از هزینه های دیگه‌ش هم بزنه، ولی برنامه موشکی و پهپادیشو درست پیش ببره. اما هدف چی بوده؟ من میتونم به طور خلاصه به شما بگم هدف از این تحریم‌های جدید آرام کردن اسرائیل. یعنی در واقع به اسرائیل بگویند که ما سخت‌تر خواهیم گرفت و شما اون حمله تلافی جویانه رو که وعده داده بودی انجام نده. ولی خب اسرائیلی‌ها هم میدونن که تحریم‌های آمریکا بیشتر از این دیگه نمیتونه توان داشته باشه، مگر اینکه تبدیل بشه به تحریم‌های بین‌المللی که اگه وقت شد در اون مورد هم صحبت می‌کنیم. حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل غرب رو با چه ایرانی روبرو کرد آقای غفوری؟ غرب از توان موشکی و پهپادی ایران پیش از این حمله چه برآوردی داشت و بعد از اون به چه استنباطی رسیده؟ خب یک بخش توان موشکی و پهپادیه، یه سری برآوردهای داشتن، مثلا عملکرد پهپادهای شاهد در زمان بکارگیریشون از سوی روسیه علیه اوکراین. کارشناسان نظامی غربی به دقت اینها رو رصد می‌کردن که چند تا از اینها درست عمل می‌کنن، چه تعدادشون درست به هدف میرسن، چه تعدادشون احتمالاً منفجر می میشن یا نمیشن، و چون این برآوردهایی رو داشتند پیشتر هم. به همین صورت زمانی که جمهوری اسلامی از توان موشکیش برای حمله به پایگاه‌های در عراق استفاده میکرد، چه اون زمانی که نقاطی رو در اربیل کردستان هدف قرار داد، چه خود عملیات علیه عین الاسد، و چه زمانی که اینها به تأسیسات آرامکوی عربستان سعودی حمله کردند که حالا گفتن که حوثی ها بودن، ولی خب موشک ها همه ایرانی بودن. یه سری برآورد نظامی داشتن و من فکر نمیکنم برآورد نظامی تغییر خاصی کرده باشه. برآورد سیاسی بوده که تغییر کرده، به خاطر اینکه دنیا فکر نمی کرد جمهوری اسلامی تا این
حد بیعقل باشه که چون این کاری رو بکنه، یعنی یه هایی 300 تا شیء انفجاری پرنده رو اهم از موشک یا پهپاد به سمت اسرائیل بفرسته و بخواد با این کار کل دنیا رو علیه خودش بسیج کنه. ولی خب هر چقدر هم که دنیا معمولا فکر میکنه که سیاست مداران جمهوری اسلامی غزل توهین نیست و واقعا اینه، یعنی ابله نیستند، اما باز هم سیاست مداران جمهوری اسلامی معمولا دنیا رو شگفت زده میکنن در مواقعی، و این هم یکی از اون مواقع است. بنابراین این بیشتر روی محاسبات سیاسی غرب اثر خواهد گذاشت، نه محاسباتشون در مورد توان تسلیحاتی جمهوری اسلامی. آمریکا از زمان تاثیرگذاری و نتیجه بخشی تحریم‌های جدید فکر می‌کنی چه محاسبه‌ای داره آقای غفوری؟ و دیگه اینکه صنایع موشکی و پهپادی ایران چقدر ممکنه از این تحریم‌ها تاثیر بپذیرن؟ من فکر می‌کنم خود آمریکایی‌ها هم انتظار معجزه ندارند از این داستان. یعنی یک جریانی هست در آمریکا که می‌گوید شما باید انقدر تحریم‌ها رو ادامه بدید که یا اقتصاد ایران از درون بپاشه کلاپس بشه مثل شوروی، و یا اینکه کلا ناتوان بشه مثل کوبا. اما هیچ کدوم از اینها جواب نداده با جمهوری اسلامی، با توجه به میزان نفتی که میفروشه و با توجه به توان دور زدن تحریم‌ها که در این سال‌ها به دست آورده. اما یک نکته دیگر است که میتواند جمهوری اسلامی رو با دردسر جدی مواجه بکند، اون هم بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی است. ببینید، یک بار جمهوری اسلامی در دوران اوباما، زمانی که قطعنامه‌های شورای امنیت رو گرفته بود، مخصوصا قطعنامه 1929 رو که گرفت، کمرش شکست از نظر اقتصادی، اومد پای میز مذاکره. یعنی تنها چیزی که میتونه جمهوری اسلامی رو دوباره به اون روز بندازه فعال کردن مکانیزم ماشه است، که خب آمریکا به خاطر خروجی که داشته از برجام شخصا نمیتونه این کار رو انجام بده، باید اروپایی ها رو متقاعد کنه که مکانیزم ماشه یا سنپ بک رو فعال بکنن. در اون صورت ممکنه ما بگیم که تحریم ها در عرض چند ماه ممکنه که اقتصاد جمهوری اسلامی رو فلج بکنه. پیرو صحبتتون آقای غفوری، به این میخوام اشاره کنم که گروه هفتم بناست در تحریم های آمریکا مشارکت کنه، اما سوال اینجاست که این همکاری برای تحریم ایران آیا گروه بریکس رو به عنوان یک رقیب قوی تر نمی کنه؟ با توجه به حجم یا توان اقتصادی جمهوری اسلامی که بسیار ضعیف است نسبت به اینکه یک کشور نفتی است، واقعا اقتصاد تولیدی که نداره. این حالا اقتصاد تخصص من نیست، ولی از اون چیزی که کارشناسان اقتصادی میگویند برداشتم این است که بودن یا نبودن جمهوری اسلامی در نزدیکی به این بلوک یا اون بلوک اقتصادی خیلی تاثیر نداشته باشه در اینکه یکی از اینها رو بخواد قوی تر بکنه، چون اساسا وزنه ای نیست. از نظر سیاسی است که معمولا این یارکشی ها مسئله ایجاد میکنن. مثلا نزدیکی جمهوری اسلامی به بریکس میتونه اعضای گروه بریکس رو که حالا اقتصادهای نوظهورند به نوعی دستشون رو برای بازی در منطقه خاورمیانه یا برای حتی سرمایه گذاری اونها در منطقه خاورمیانه مخصوصا در داخل ایران بازتر بکنه. اما این در شرایطی است که جمهوری اسلامی یک شرایط باز اقتصادی فراهم کرده باشه که خارجی‌ها بخوان تو ایران سرمایه گذاری بکنن. این من فکر نمی‌کنم الان، اونم تو این شرایط که هر لحظه منتظرن که این یکی بزنه اون یکی تلافی کنه، منتظرن که اسرائیل بیاد بمباران بکنه، هیچ آدم عاقلی فکر نمی‌کنم، چه از بلوک‌های قدرت اقتصادی اصلی دنیا، چه از اون اقتصادهای نوظهور، چه حتی سرمایه‌گذاران کوچک بخوان که بیان ریسک بکنن و در ایران سرمایه گذاری بکنن. بنابراین من فکر نمی کنم خیلی از نظر اقتصادی برای مثال موضعی که گروه هفت میگیره بیاد به تقویت بریکس بیانجامه. بازم میگم فکر میکنم که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی قدرتی نیست که بخواد هیچ کدوم از اینها رو بر اون یکی برتری بدن. آقای غفوری، اگر اونطور که شما میگید آمریکا خواهان کاهش تنش بین اسرائیل و ایرانه، وضع تحریم علیه جمهوری اسلامی در شرایطی که هر لحظه ممکنه جنگ بین ایران و اسرائیل به یک بحران بزرگ تبدیل بشه، حکم بنزین روی آتش رو نخواهد داشت، یا به عبارت دیگه نقض غرض کاهش تنش محسوب نمیشه؟
نه واقعا من اینطور فکر نمی کنم. ببین اساسا تمام باج‌هایی که تا الان به جمهوری اسلامی داده شده در این 40 و چند سال هدفش این بوده که بنزین روی آتش نریزد و همه موارد برعکس شد. یعنی اینها گروگان گرفتن برای اینکه حالا تحریک نشن بعدی رو نگیرن، بهشون باج دادن، یکی رو آزاد کردن، دفعه بعد دوتا گرفتن. اینها آدم کشتند، چشم رو بستن که حالا تحریکشون رو نکنن، دفعه بعد بیشتر کشتند. هر دفعه این تئوری این که سر به سر جمهوری اسلامی نگذاریم چون اگه این کارو بکنیم بدتر میکنه، همون چیزی که باعث شد که اروپایی ها سپاه رو در فهرست تروریستی نذارن، چون میگفتن اگه ما سپاه رو بذاریم یه وقت جمهوری اسلامی دیوانه بازی در میاره در منطقه، میاد یه جایی رو میزنه، میاد اسرائیل رو میزنه. خب نذاشتنش توی سپاه و جمهوری اسلامی اسرائیل زد. بنابراین من فکر کنم که مانند یک لاتی که در یک کوچه ای میاد و لاتبازی در میاره، یه بار میاد یکی از همسایه ها رو میزنه، اگه شما بهش جایزه بدید دفعه بعد میاد همسایه دوم رو میزنه، جایزه بدید دفعه سوم میاد بعدی رو میزنه. تنها راه در واقع مقابله با اون مقابله جدی است به نوعی که تنبیه بشه یا توانه لاتبازی بعدی رو دیگه نداشته باشه. برای هم من فکر نمی کنم که تحریم های جدید یا هر طور فشار بر جمهوری اسلامی رفتارشو از این رفتار دیوانواری که الان هست بدتر بکنه. در آخر آقای غفوری به ما بفرمایید از نظر شما تنش بین ایران و اسرائیل به کجا میکشه؟ من فکر میکنم الان تنش ها توی بالاترین سطح خودشونن تقریبا توی این 4 دهه اخیر، ولی با این حال هر دو کشور میدونن که نمیتونن از نظر نظامی به طور کامل حریف اون یکی بشن. خب اسرائیل که با توجه به جمعیت و وسعتش نمیتونه بیاد ایران رو برای مثال اشغال بکنه، جمهوری اسلامی رو با حمله اید همه جانبه که نمیتونه بندازه زمین، در نهایت حکومت ایران به دست مردم ایران بعد عوض شه. ایران هم که نمیتونه، یعنی جمهوری اسلامی در واقع نمیتونه اسرائیل رو نابود بکنه، به خاطر اینکه اصلا اگه میتونست تا الان میکرد، مطمئن باشید اگر خامنه ای میتوانست که اسرائیل رو نابود بکنه تا الان این کار میکرد. برای همین یک سطحی از توازن خرد میگه که بین اینها بعد از یکی دو تا کنش و واکنش و تهدید و حتی شاید عملیات ایجاد خواهد شد، ولی فراموش نکنیم دوباره خرد اینو میگه، قوانین سیاسی این رو میگن. ما در ایران با حکومت یک سری آخوند مواجهیم که تنها عنصری که نمیشه روشون حساب کرد همین عنصر خردمندی است. اینکه جمهوری اسلامی بخواد واکنشی نشان بدهد دور از برآورد تمام کارشناسان سیاسی و واکنش غیر عقلانی نشون بده، اون دیگه دور واقعا نمیشه محاسبش کرد و در اون صورتی که ممکنه که منطقه در آتش فرو بره. در حالت عادی من فکر می‌کنم ولی به توازنی در ماه‌های آینده خواهند رسید. بسیار سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از یوشکولا فنلاند. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می‌کنم.